ما دوزشه همون مقداری که ما وقتی که در همون قوه که در همون نیرو باید ما گذاریم و البته ما بدانیم که کدام روزها کدام ساعتها باز این چیز را تکرار کردن لازم است و یکدیگر را ما باید تقسیم کنیم. بله. و البته مثلا پدر کار می رود و اگر در کارش که این من بسیار واخورده است که یکی از سبب های رشک زنان در خانه همین است که مردها از ساعت 5 اون طرف هم کار میکنند و این خوب میشد که حکومت با قانونی که سبب مشکلات های آیله آنها میشود و عصبانیتی و حاصل ناکی کارشون کم میشد این که آنها بعد ساعت 5 هم کار میکنند. بله. میستند در جای کارشون تا کارشون رو بود کنند و شاید اینه در روزانه وقتهای خود رو در کم چیز دیگر خود صرف میکنند و حاصل ناکی کارشون سوس میشد و من چندی بار روبرو شدم در این که وقتی که آنها یعنی که وقتی خود را به آیله خود، به فرزندان خود، به خیش و تبار خود، به کار، به سلامتی خود، به بیماران یا کسانی که معرکه های گوناگون دارند همون را درست صرف میکنند، آنها زندگی بسیار طرز حیات خوب دارند. بله. چون که آنها سری وقت آنها را دادن و در امین که یک نیروی از حد زیاد گذشت، آن وقت البته تضاد در بین پیدا میشه. یعنی همین رشک نتیجه ناموازنتی حد محبت است. یعنی اگر در کودکی ما کودک رو یا از حد ناز پرورد کنیم که خود خواه شود، اگایزمش رو اونقدر اوبتیم که و دیگر غیر از خودش دنیا رو دیدن نخواهد و طلب کند که تمام دنیا باید در اطراف او بچرخند، این هم رشک رو باوجود میارد. امکان نمیدید مثلا اگر کلین خود خواه باشد یا خوشتومن خود خواه باشد، اینان همین حالات باوجود میآید. کلی خودخواه از مثلا عروس خودخواه از شوهرش طلب میکنند که با مادرش، با خواهرش، با خیش تبارش صحبت نکنند، از من هستی و تنها با من باید باشی. و حتی اگر این رو بیان کردن نتواند، طلب کردن نتواند، درون میسوزد وقتی که این شوهر با مثلا با مادرش وقتی بیشتر صرف میکنند یا که در جای کارش وقتی بیشتر صرف میکنند. این انامون چی میگن آسیب خودخواهی است که در ضمیر او جای گرفته است. و مورد دیگری که نرسیدن محبت، که اندک اگر بابا توجه نرسد او سخت اذیت میکشد، زیرا که تشنه میموند، گرسنه میموند، همون با احساسات مهربانی و طلباتش قانع نمیشود و از این رو هم انسان اذیت میکشد. یعنی باز هم برمیگردیم به همون آغاز صحبت همون که همه چیز در آیله، همه چیز در دوره که کودک از یک سالگی تا سه سالگی و بعد تا 12 سالگی، دو دوره بسیار مهم است که در همین دوره ما به فرزندان به قدر درکاری در دایره معین شده ای که پدگوگیک و پسیکولوژی میگوید محبت را داده توانیم. محبت، توجه، مهربانی با معیار معین. با معیار معین. مثلا من خودم حتی حیران میشم، حالا میگن که تربیه رو از گهواره آغاز کنید. میگن چی را میفهمد که ما اون رو در گهواره آغاز کنیم؟ مثلا ما بسیار وقت میبینیم کسانی است که فرزندان خود رو سر دست بسیار میگردانند و این سبب اون میشود که آنها فکر میکنند که خوبی کرده استودن، ولی اون فرزند در آینده همه وقت چنین دقت رو طلب میکنند. بله. یفته نمیتواند و اذیت میکشد. و اذیت میکشد و مشکلی در او زیاد میشد و همه وقت مناسبت رشکی این همه وقت زیر شعورانه با ذهن خواستن همون طلبات لازمی. بله. با اون چیزی که عادت کرده. اون چیزی که عادت کرده است و شاید طلبات او کلام باشد. بله. این شاید طلبات او خرد باشد. این خود یک وابستگی بر این مونند می شود که چنون که آدم ها مثلا با سیگار با مای وابستگی پیدا می کنند. البته وابستگی بله. روانی هم هست. بله. اگر همین رو اهمیت داده باشد برای در صنعتکاران خیلی زیاد است و در مثال صنعتکاران خودم کمتر است. در اونها خیلی به حد زیاد است که مثلا اگر که از صحنه رود این آدم می تواند به دردهای مزمن گرفتار شود. اگر هر سر چند وقت و به خاطر اینکه اونها همیشه در مرکز دقت باشن، بعضن در گزیده های زرد در مثلا در اطراف صنعتکار روسیه اگر صحبت کنیم درباره خودشون غیبت ها رو پهن میکنن، بگذار چیزی که میخواهند بگویند ولی درباره من بگویند، من در مد نظر مردم باشم. پیار. بله. پیار همین چرن پیار میگن، یعنی حتی تهمت ها هم غیبت ها هم برای اونها تو اندازه ضرورت مردم. بله. که همون در توجه مردم باشن. این همون حالت بیمارگونه است، این همون خودخواهی است که در آغاز در ضمیرشون جا شده است و اونها دیگر به این زندگی کردن نمی توانند. البته اگر ما از علم های پنهانی اگر گپ زنیم، وقتی که انسان رو در بارش گپ می زنند البته اون نیرو می گیرد. یعنی تاجیک های ما می گویند که
غیبتت کنن گوشش سرشد میگه غیبت کرده استودن و گناهات میریزن. گناهات میریزن. نیوکنید این بیهودن چون که البته وقتی که نیروی چیزی بگذار قلبی باشد بگذار سخنی باشد از انسان که بیرون میشود و همان نشانش هم میابد. بله. و البته آنها از این قوت میگیرند حلاوت میگیرند. من در یک فیلم دیده بودم که در اونجا میگوید که ما گویا که شاه خدای همون یونانیان علیم میگوید که ما با آدمان نیاز داریم چون که آنها ما را عبادت میکنند و این سبب آن میشود که ما به همه عبادت آنها نیاز داریم، یعنی که نیرو میگیرفتند. بله. این البته نیازمندی خدای آنها را نشان میداد ولی به هر حال معنی دارد که وقتی که درباره آنها سخن میگویند آنها را یاد میکنند یک نیروی به او میدهند. مثلا از آن ما میتونیم مثال بیاریم، مثالی که در زمان حاضره برای مرحومان یک دقیقه سکوت میکنند. بله. و این دقیقه که سکوت میکنند این به آنها نیرو میدهد. ما به این مثال ها میخواستیم بر روح آنها نیرو میدهد، میخواستیم به این مثال ها نشان بدهیم که دقت انسان همه وقت نیرو هست. برای این انسان ها وقتی که زندگی میکنند بیهوده به بسیار چیزها دقت میدهند و فکر میکنند که این یک چیزی عادی است و ولی چنان قوه در آن صرف میکنند. بله. که این اگر ما حساب کنیم شاید آنها احتیاط کنند دقت خود را. برای هم دقت خود را خوب میشود که به نزدیکان خود بدهند، به آن کسانی که آنها در حقیقت مسئولند و همین قانون تنظیم آیله و جوابگری پدر و مادر نسبت به فرزندان خود در همین مسئله است که اگر ما طرفهای نیروی روانی آنها را بینیم این نه تنها استاده و سیاست کردن و نظارت سخت در برای آنهاست، این دادن دقت است و دقت نیرو است. بله واقعا چنین است. و وقتی که همین چیز اگر در شکل عادی در آیله استفاده برده شود، برای مثال مرد از در آمد بعد از کار تا در آمدنش برای همسرش، برای فرزندانش، برای مادرش، برای اهل خاندان دوسته عباره خوب زیبای مهربانه رو تیار کند برابر سلام دادن. مثلا حالت های میشه که مرد از در میدارد به سلام مدام و علیکم نمیگرد، من خسته هستم با من کاردار نشوید. و اون زن هم مثلا هنگامی که شخص بهش عوض میگیرد، اون مردی که از بیرون آمده است و خسته است واقعا از بین مثلا ازدیهای آدم ها گذشته میبیند، در دوام روز کار میکند، قسمی زیادی نیروش را میسپارد و به خانه برای راحت کردن میبیند. این زن هم باید انمون نیروی توجه ها آماده کند و اون چیزی که گفتن لازم است باید آمادگی بگیرد. یعنی محبت ما میدونیم که زبان دارد، شکل دارد، این مهربانی است، این نوازش است. اون چیزی که گفتید مثلا سریعتی مسیله کردن، این یک سخن خوش گفتن است، این آغوش گرفتن است، این بوسه کردن است، همه اینها انمون توجه محبت ما در همین شکل ها ظاهر می شود. وقتی که حالات می شود که مرد میگه که من همه چیز رو می بیارم، یعنی من تامین میکنم، وظیفه من ادا به همین و من کاردار نشوید، در اون خاندان همیشه مردم در یک حالت چی میگن سرکوب شده قرار دارن، زیرا همین چیز رو کشوده نمیتونن، همون احساسات خودشون رو اون مرد خودش نمیکشوید و این اهل آیله هم جرات نمیکنن که از اون چیز رو طلب کنن و خودشون ظاهر کنن. ولی اگر تصور کنید آیله رو که از در مرد بگوید در اومد، در اومد مثلا اگر آیله توجیکی سرقشره ما باشد، جا مادر هست، خواهرها هستن، پدر هست، در اومد سلام علیک کرد، دستورش شد، نزد اونها شیشت، مادرش رو خوش گرفت، گفت مادر جان خوب هستی، پدرش رو کنار گرفت، گفت که پدر جان خوب هستی، امروز شما خسته نشدید، من شما یاد کردم. اینا همه که صد چند جمله هستن. اساسا این عرف عادت و فرهنگ ملی ماست. بله این مال ما هست. ولی ما را همیشه استفاده میبریم و این عادت ها، این عرف ها خودشان آن همین رسالت سالم گردانی آیله را دارند. به همسرش هم شرط نیست که در حضور دیگران اگر که عادت ما اجازت نمیدهد وقتی که به خانه میدارد لباس دیگر میکند، همسرش رو به کنار گیرد، گوید که من امروز تمام روز درباره تو فکر کردم، یاد کردم. و اگر امکان داشته باشه در دوام روز یک بار به زنش تلفن کند، گوید که تو خوب هستی، من تو یک لحظه یاد کردم. و این چیزها آبروی هیچ کس رو در پیش هیچ کس پس نمیکنند، اینها از بین میبرند رشکی که احتمالاً شاید پیدا شود، اینها سالم میکنند آیله رو، همون دوزای دقت رو میدهد. بله بله، شاید این همگی 5 یا 10 دقیقه وقتی یک کس رو میگیرد، ولی اونقدر ارزش دارد، اونقدر برای بنیاد خشت آیله خدمت میکند که یگون روح دیگر قطعی ما این کار رو کردن نمیتوانیم. بسیار بسیار جای چی اساسا بینید فرهنگی ملی ما بیدار شد و هیچ خوب نیست. اگر که هرچند مانده هم باشد، بعضی حالات ها میگویند که ما خورانده استیم، ما پوشانده استیم، ولی اگر باز از سر و
پایشان تیلا هم بریزند، آنها راضی نمیشند تا که همان دوزه دقت خود را نگیرند. بله، بله. و اگر اعضایان آیله فرزندان این دقت را نگیرند از سردار آیله، چی از پدر چی از مادر، یا که زن نگیرد یا که مرد نگیرد، آنها این دقت را در بیرون میکنند. بله، بله، این درست است. کودکان بیرون میخواهند باشند. بله. میخواهند با دوستان خودشان، شریکان بله، خودشان بله، باشند. دختران دوگانه بازیشان سر میشود. درست است. رفت و آمد های همسایگی میشود که در نبودن مرد یک صحبت های چی میشود که همون همشان میخواهند که همون دقت نیروی دقت در خود بگیرند. اگر برای ما مثال بیاریم که نیروی دقت چی خیلی است. مثلا ما آفتاب هر روز هست. و این همین روشنایی آفتاب رو ما دقت روانی خود بگوییم، ولی اگر ما تمرکز کنیم در چیزی، این گویا که یک شیشه لوپ را گرفتیم و نوری آفتاب را جمع کردیم. بله. یعنی که این از حد زیاد دقت هم میتواند زیان برساند. بله. یعنی نظارت سخت، چون که فرزندان را اگر در یا که آیله را در حالت سخت نظارتی بمانیم، آنها اراده زندگی کردن را گم میکنند. آنها تا که از بالا دستور نگیرند یگان کار نمیکنند، مستقل شدن نمیتوان، مستقل شدن نمیتوان. برای همین هر روز انسان ها در برابر آن که کار میکنند، البته یگان جای استحصالات دارند، یک اداره را به عهده دارند، یک وظیفه را در جمعیت اجرا میکنند و در آنجا البته مانده شوی آنها از حساب آن میشد که آنها کار را نادرست میکنند، یا که وقتش به نظر نمیگیرند، یا اینکه حساب کتابشان نادرست است. اون من اگر شینیم و ما صحبت کنیم میتوانیم بگوییم که در گجا خطا کرده ایستاده است که کاری او سببی مانده‌شوی او شد. بله، و غیر از این اگر تو در جای کارت نوبرار باشی مانده شدی، اهل خاندان گناهکار نیستند. گناهکار نیست و این رو رفته مثلا در خانه میدارد میگوید من مانده، من دست نکنید، رفته همون دقت لازمی رو نمیگی. مانند اون است که گویی که ما بگاهی روزی خوراک بگاهی روزی رو ندادیم. بله، البته بله. آنها نیمه شب خسته یخدان میکشویند، دسترخوان میکشویند و یک پاره نان یگان چیز گرفته میخورند. یعنی که دقت هم همون یک نیروی خود را دارد که باید در آن گرفته شد، یعنی که به اون کس رسنده باشد و بسنده باشد. واقعا درست است. در اصل ما اومدیم به سر اون که رشک، اگر که اون رو همچون مکانیزم استواری پیشروی اویل استفاده برده توانیم، با ما میتواند کمک کند، هرچند احساسات ناگوار است. ولی برعکس اگر که ما اون رو صرف نظر کنیم، ما شخصی رشک کننده رو تنقید کنیم، مجبور کنیم که احساساتش رو سرکوب کند، در داخل خودش نگاه دارد، این حل مسئله بوده نمیتواند. این برعکس زمانی میشود که اون میترکد، بیرون میآید، یا که خودی میشود. بله، یا خودی انسان که رشک میکند خودش رو امکانی اون رو ظاهر کردن ندارد، او انسان رو بیمار میکند و شاید به خودکشی دست زند. بله، این حالت خودکشی هم در زمینه رشک با این گونه مثال ها هم در تجربه ما شما و میخورد، ما رو میدونیم که خصوصا زنان به این چیز بیشتر دست میزنند، زیرا حالت رشک از بس که زن در مسئله احساسات برنده تر است، احساساتش بیشتر است، او میتواند اگر که با این رشک خودش باز چی میگن یک اثبات و یک برهانی پیدا کند، مرد با او گوید که تو با من در کار نیستی، من تو رو دوست نمیدارم، تو با من لازم نیستی، این همون حالتی میشود که رشک های سرکوب شده که تو اون وقت این زن خودش رو قربان میکرد ولی رشک رو ظاهر نمیکرد، بایستان میشود که او از دنیا دست میکشد و میشود که به خاطر قصاص دست به خود کشی زند، میشود که به خود از حساب ناامیدی. البته این باز آن حالتی که مقرری هست ما گفتیم، البته آن سرحدی با آمدیم که اکنون به بیماری میبرد و چه خیلی میکانیزم های دیگر هستند. مثلا یکی از اون که رشک وقتی که زن ها میکنند در مرد ها غضب پیدا میشود، یعنی که رشک انگیزنده غضب هست. بله. و در زن ها باشد این غضب نیست و این یک سوختنی درونی هست. بله. که حتی میگوین که مثلا وقتی که دور بود پیش از اون که ما ادبیات دهنکی خلق تاجیک بینیم، وقتی که نزدیکانشان دور میرفتن، آنها حتی که یک مصرعی را هم میگفتن که سنگ های خنک در جگر میگیرن. بله. این معنی داشت که جگر میسوزد. بله. در زن جگر میسوزد و برای همین رشک که در مغز ما بینی رشک این چیزی سوسیالی است، اجتماعی است، در نتیجه اجتماعی بودن آدم پیدا میشد
و هست بعضی حالا چیزهای ژنتیکی یعنی که ارثی دارد تا 30%، ولی 70% او در نتیجه مناسبت های اجتماعی پیدا می شد. و همسایه که هست به حدود زیر معده، همسایه هست به تلخه و جگر و به معده، عموماً به عضوهای درون شکم در حالت تیز تیز انگیزه یافتنش، یعنی که تیز تیز بیدار شدنش این رشکه، آن وقت البته بیماری ها میارد و یکی از سبب های بیماری قند که عامل روانیش، البته باز دیگر عامل ها هست، چون که 4 عامل در کار است که انسان کسل شود. یکی از آن عامل های بیماری مثلا قند البته رشک است. بیماری آهسته آهسته که به آهسته آهسته برده مثلا گپاتیتو و سیروز میکند و سنگ های مثلا تلخه پیدا میشوند و بیماری های گوناگون معده و روده ها پیدا میشد، با اینها هم عامل است رشک که میتواند تاثیر رساند، چون که میدان الکترومغناطیسی آدم چنین ساخته شده است که هنگام رشک ظاهر شدنش قواهای الکترومغناطیسی قسمی اپیگاستری پیش معده جفس میشوند، محکم میشوند، و این به زبان طبی تارهای سیمپاتیکی هم میگویند که وقتی که آنها فشرده میشوند در این عضو ها گردش خون نادرست میشود، ترافیکه آنها، غذاخوری آنها نادرست میشد، فونکسیونالی یعنی فونکسی خود را اجرا کرده نمیتوند و بیماری های فونکسیونالی میشند، و این سبب میشد که آهسته آهسته به جسم انسان هم تاثیر میرساند. و این آن است که بدانند که وقتی که آن ظهور میکند و از حد آن را نگذرانند، وقتی که سر شد و آدمای خودشان را میمانند که بینت گجابه هست و آنها انفرماتورها خبر از آنها به آنها میگویند، وقتی که از بابهای گوناگون میمانند، وقتی که از قفایشان پایده میروند، این سرشوی بیماری است. و اگر خودش حق داند و اندکی خودش گناهگار نداند، در حالتی که ما صحبت میکنیم، متاسفانه این رشک سیزوفرنیگی هست. بله، رشک بیمارگونه. رشک پسیخیاتریگی است که مثلا ما در این حالت باید نسبت به این باز جدیتر مناسبت کنیم و متخصصی چنین آدم که در حالتی که خودش حق و همه گناهگار، بله، این البته روان پزشک پسیخیاتر هست. بله، متخصصش. بله، واقعا چنین است. در واقعا همین خیلی هم هست. گفتم در سر اون است که وقتی که ما رشک رو، یعنی وقتی که ما در باره رشک سخن میکنیم، عادتا آدمون به رشک رو ما همیشه طعنه میکنیم و کوشش میکنیم که با سخن آنها رو اصلاح کنیم، ولی از صحبت ما معلوم میشود که رشک یک چیزی اندک ساده هم نبوده است. نیست. بله، یعنی از این رو ما اون رو باید بپذیریم که در زندگی چنین احساس منفی وجود دارد. و از این صحبت شما یک چیز دیگر هم برآمد که مثلا قهر مرد و زن هر خیل ظاهر می شود. مرد قهرش رو از خود بیرون می کند، به سر دیگران تحمل می کند، زن قهر رو در داخل خودش هضم می کند، یعنی او زهر رو فرو می برد. و از همین سبب درد هایی که پسیخوسوماتیکا در نسبت زنان بیشتر ظاهر می شود، آنها بیشتر بیمار می شوند. و همه درد هایی که شما گفته شاید در زنان بیشتر به نظر رسند، زیرا هنگام غضب بیرون می شود، در داخل زهرش کمتر می ماند. و مردانی که از بدرشکی زنانشون گویا شکایت می کنند، به جای شکایت کردن با اون زنان صحبت کنند، توجه خودشان رو به آنها روانه کنند، کمک کنند که آن زن حتی در حالتی که رشک نکن گفتن موقتی با امر این مسئله حل نمی شود. یعنی اگر زن شما به شما دیگر نگفت که رشک میکند، خلو ما نمی دونیم پسی حد شد یا نه، شاید اون رو فرو برده ایستاده است، شاید اون رو سرکوب کرده ایستاده است، شاید اون خود رو از درون بیمار کرده ایستاده است. و بعد چند وقت می شود که یک بی‌توجهی که اگه 5-10 دقیقه وقتی ما رو هر روز میگرفت، باعث مشکلات زیاد، بیماری آن زن، خراجات زیاد، از بین رفتن آن زن میتواند باعث فوجه، باعث از بیماری مثلا بیماری بسری شود و بیمار شود وفات کند. و فرزندان شما و خود شما، ما میتونیم به حالت‌های گوناگون پرمشقت خودمون رو با دست خودمون برده گرفتار کنیم، به خاطر اینکه نفهمیدیم که زمانی همگی 10 دقیقه وقت ما هر روز میتواند ما رو باعث خوشبخت کند، زندگی ما رو سالم کند. و به همسر ما، خوزن باشد خومرد، عمر دراز و کیفیت جور همیشه همراه کند که او با ما همیشه باشد. از این رو اگر ما خواهیم که سالم باشیم و از مکانیزم رشک درست استفاده بریم، باید بعضی اندیشه ها رو سر این داشته باشیم، بعضی معرفت ها رو اطراف این مسئله باید برای خودمون معین کنیم. و بعضی مصلحت ها رو من از روانشناسان برای خودم امروز تیز کردم که امروز میخوام حضور به
بینندگان عزیز پیشنهاد کنم. وقتی که در اساس رشک انسان خرخشه میکند، بهترش قوایی که به خرخشه صرف میکنید اون رو نگاه دارید، یه لحظه فکر کنید از این جنجالی که در اطراف رشک، در زمین رشک بنیاد کردید، زندگی شما چقدر پیش میرود، اون با منفعت شما میشود یا نه. اگر ما گمان کنیم که با رشک شوهر رو یا زن رو نگاه داشته میتوانیم، اگر که اندک چقدر اندیشه کنید، با رشک ما رو از خودمون دیر تیزتر دور میکنیم. یعنی رشک اگر که در شکل اگریسیوی ظاهر شود، میتواند پیش از همه به ضرر خود ما باشد. مسئله دوم اون است که انسان باید سبب رشک خودش رو معین کند که این رشک تخیلی است که بافته ما است، این رشک از ترس است، این رشک بیمارگونه است، یا رشک از نرسیدن توجه است. وقتی که سببش رو معین میکنند، نظر انسان به زندگی آسان‌تر میشه. دیگه ما از رشک نمیترسیم و بنده رشک هم نمیشویم. و اگر سبب معین شد، انسان معین کرده میتواند که اگر این بیمارگونه است با متخصص مراجعه کند، اگر این ترس است بالا این ترس کار کند که از چی میترسم. مثلا اگر زن باشد، این شوهر همیشه با من مهربون است، مثلا یک نشانه وفاداری مرد، مرد تاجیک، همون هر روز به خانه آمدن است و معاشش رو صحت سلامت به اون خانه آوردن است. اگر شوهر نسبت شما مهربونی کرده نتواند، شاید این ملکه رو از کودکی نگرفته است، نمیتواند، همه چیز رو میخواهد ولی به زبان جوری کرده نمیتواند. اصلا برای مردان نوازش کردن مشکل تر است نظر به زنان. همین ملکه شفاهی بیان کردن محبت در زنان، مردان در اکثر حالات ها رشد نیافته است. و اگر که این رشک که زن از کمی توجه باشد، سر این اندیشه کند که این مرد توجه خودش رو با کدام راه دیگر نشان داده ایستاده است. نسبت فرزندان مهربان است، همیشه تأمین میکند، غم روزگار رو همیشه میخورد و اون مرد هم همه محبتش رو، همه توجهش رو تنها در همین شکل شاید میتواند نشان بدهد. و این رو زن وقتی که اندیشه میکند، اوستایستا به خلاصه میاد که اینجا کمبودی محبت نیست، این طرز بیان محبت است و این مرد تنها چنین میتواند. خوش خود رو با هیچ کس مقایسه نکنید. یک از سبب های رشک همین مقایسه است. زنی فلانجا این دارد، مرد فلانجا این دارد. وقتی که ما خودمون رو مقایسه میکنیم، متاسفانه اگر که زمینه اون مقایسه باز رشک باشد، خلاصه مقایسه به منفعت ما نیست. همیشه انسان باید در خاطر نگاه دارد که انسان یک معجزه نوتکرار خداوند است. هر انسان نوتکرار است. ما یگان نفر دو نسخه در روی زمین وجود ندارد و خداوند خودش ما رو یک دونگی هست کرده است. و این خودش اولش نشانه محبت خداوند است و در همین نوتکراری ما برای عزیزان خودمون هم خیلی محبوب هستیم. و این نیست میتواند در بعضی حالات ها کمک کنه که انسان از قید رشک بیرون رود. و چیز دیگر، خود رو انسان هنگامی که جوش رشک پیدا میشود، خصوصا در زنان، خود رو به این رشک داده ندهند. خمار باشد خوزن، خود رو با یک کاری دیگر مشغول کنن که همون خشمه که از سرچشمه رسکش از بین رود. وقتی با کاری فایدانک مشغول می شود، آدم اوسته اوسته همون چنانی که شما می گوید قشر چپی مینه با کار می دروید و احساسات فرو می شنند. این هم یکی از راه های از خطر جوشش ضررنوک رشک بیرون رفتن است. غیر از این، انسان می تواند خطا کند. همدیگر رو بخشیدن رو باید بیاموزیم. ما که همگی انسان هستیم. خیلی که میگن آدمیزاد شیر خام خورده است. خواه مرد خواه زن میتواند در حالت خطا کند، میتواند حس نکند که با این رفتارش با من یا با شما احساس رشک را بیدار میکند. و هنگامی که این گناه حالت پیدا شد، همدیگر رو بخشیدن رو بیاموزید. و یک چیزی که ما در جریان صحبت گفتیم و بار دیگر میخواهم تاکید کنم، اگر در دل شما غریزه رشک پیدا شد، با اون نفری که با او رشک دارید صحبت کنید. زن به شوهرش، شوهر به زنش گوید که عزیزم، احسن رفتار تو در دل من رشک پیدا شد، میخواهم که سببش رو بفهمونی و ما رو بفهمی که من از این چیز اذیت میکشم. زیرا رشک کننده خودش هم در حالت بسیار مشکل قرار دارد. کار آسان نیست که شب و روز خوبش نمیبرد، همیشه از پای تعقیب است، از پای اندیشه است، از پای فکر است که چرا چنین شد. و من گمان میکنم که این چند مسئلت رو اگر که در خاطر نگاه داشته توانند تماشا بینانی ما، و اگر اونهایی که در خاطر نگاه داشته نتوانستند، توسط اینترنت میتوانند این گونه مسئلت رو خیلی زیاد پیدا کنند. یعنی بجویند روح حالی از همین مهلکه، از همین خطری رشک برآمدن وقتی که در این حالت گرفتار هستند. من گمان میکنم ما میتوانیم حل کنیم مسئله های خودمون رو، زیرا ما هرچند آدمی زودیم شیر خام خورده هستیم، ولی ما مخلوقی نوتکرار خداوند هستیم که ما عقل داریم. البته چنین است، راه ها هستند
البته خلاصه صحبت ماست که البته رشک در یک حالت در یک سرحد بیماری نیست و این رشک باید باشد چون که مناسبت های درونی آیله رو مستحکم میکند. رشک از حسد فرقش همین است که فقط با کسان خودی اظهار میشود چیزی که شما در اول قید کردید و البته رشک هم یک توجه و دقتی از اعضای آیله هست که به یک دیگر میدهند و آنها رو ما باید به آنها بدهیم و حسد نگذارانیم و در حالتی که رشک پیدا میشد البته به یک دیگر مصلحت کنند به متخصص مراجعت کنند و بدانند که رشک همچون ظهورات بیماری احساسی خوشبختانه در این زمان تبابت شونده است. باقی فکر میکنم کوشش کنند که باز مناسبت های درونی آیله خود را مستحکم تر کنند، یک دیگر را دوست دارند، احترام کنند، گذشت کنند، بخشش کنند و اون باز چیزهایی که معلمه گفتند باقی سلام. بله، در واقع بکوشیم که عقل معجزه ای که خداوند به انسان داده است اون را استفاده کنیم و همین خطر رشک رو از خودمون دور کنیم. وقتی که میگن که عشق بی رشک نمیشد، واقعا محبت کامل بی رشک است. در محبت کامل باوری است، اعتماد است، تکیه است، حق دادن به طرف دیگر است، برای خطا کردن، برای پیش رفتن، برای نیاز و طلبات های خود رو داشتن. و استاد باقر امزاده در یک غزل زیبایشان یک مصرع آل جناب داشتن و میگفتن که محبت با جنون همرنگ گردد، رشک میمیرد. بگذار در خانواده همه ما محبت به حد باشد که رشک را بکشد. آباد باشید تا برنامه آینده.